خب بچه ها دقت کنید، اسلاید شماره 11 که یک شکلی رو گذاشتم توضیحاتش یکم طولانی تره نسبت به اسلایدهای دیگه، مطالبش مهم هست. دقت کنید، تاریخچه کوتاهی رو راجع به کریسپر اینجا گذاشتم، مجبور شدم چون اسلایدهای دیگه جای مناسبش نبود و من سعی میکنم یک سری توضیحاتی رو به صورت مختصر داشته باشم. لطفاً دقت بکنید، اگر سوالی چیزی براتون پیش اومد حتما بپرسید، چه حضوری و چه از طریق سیستم. در سال 1987 دکتر ایشینو و همکارانش که داشتن دانشگاه اوزاکای ژاپن کار میکردن، اینها تکرارهای خوشه‌ای کریسپر رو در باکتری اشریشیا کولای متوجه میشن و اینها گزارش میکنن. این پژوهشگران دریافتن که این نواحی دارای یه بارکد اختصاصی تحت عنوان فاصله انداز یا همون اسپیسر ناشی از منشأ پلازمیدی یا ویروسی هستش. خب این در حقیقت یه گزارشی بوده که این نواحی رو هم اسمش رو میذارن نواحی مرموز، که نسبت به سایر نواحی ژنوم باکتری یکم متفاوت تر بوده، ولی نمیدونستن که این نواحی اسمش کریسپره و یا اصلا جزو سیستم ایمنی باکتری محسوب میشه. سال 2007 فرضیه دخالت داشتن این تکرارها در دفاع اکتسابی پروکاریوت ها به اثبات میرسه. به عبارت دیگه در خلال مواجهه با فاژها شکلگیری توالی فاصله انداز در ژنوم باکتری رخ میده و میزان حساسیت باکتری ها در آلوده شدن توسط فاژها در حقیقت به محتوای توالی فاصله انداز ها بستگی داره. حالا اگر شکل رو نگاه بکنید، یک سری توالی های رنگی هستن که این توالی های رنگی رو میگن اسپیسر، یک سری توالی ها هستن آبی کمرنگ که اونها ریپیت نامگذاری میشن که اونها مربوط به باکتری هستن و اونایی که رنگی هستن مربوط به ویروس هستن. در سال 2008 مشاهده میکنن که در بالا دست توالی همین هدف یا پروتو اسپیسر موتیف محافظت شده وجود داره که به این موتیف ها میگن پروتو اسپیسر ادجیسنت موتیف یا توالی های پم، که در حقیقت باکتری میاد ژنوم بیگانه رو از همون نواحی پم میبره، یعنی هر اسپیسری کنارش یه نواحی پمی در ژنوم ویروس هستش که دیگه وارد توالی باکتری نمیشه. اینو دقت بکنید، توالی پم یه توالی در حقیقت خاصیه که تو ژنوم ویروس هست، مثلا فرض کنید 3 نوکلئوتیدی 4 نوکلئوتیدی، که باکتری میاد از کنار این توالی پم یه اسپیسری برمیداره میذاره داخل ژنوم خودش. مطالعات بعدی نشون میده که کریسپر به شکل یک مجموعه با اندونوکلئاز کس9 کار میکنه، بدین نحو که ژن کد کننده پروتئین کس9 در مجاورت کریسپر اری قرار گرفته و در حقیقت این وقتی ترانسکریپشن صورت میگیره و بعد ترانسلیشن اتفاق میفته، نهایتا یه شکافی در دی ان ای هجوم برنده در حقیقت ایجاد میکنه. سیستم کریسپر دو تا کلاس داره که هر کلاس خودش 3 نوع هست، یعنی در کل 6 تایپ وجود داره تو سیستم کریسپری که از ارگانیسم ها تا به حال کشف کردن، اینو تقسیم بندی کردن. خب این دو تا کلاس با هم تفاوت هایی دارن تو مخصوصا تعداد پروتئین هایی که فعالیت میکنه تو سیستم ها، و هر کدوم از این تایپ ها همونطور که خدمتتون عرض کردم از ارگانیسم های جداگانه جدا میشن. کلاس دو، نوع دو فقط در باکتری دیده شده. کلاس دو، نوع دو فقط در باکتری دیده شده و این سیستمی که دارم خدمتون توضیح میدم و سیستمی که در آزمایشگاه بیشتر داره استفاده میشه برای ادیت ژنوم ارگانیسم ها از همین کلاس تو، نوع تو هستش.
خب که از باکتری استرپتوکوکوس پنومونیه این کلاس 2 و تایپ 2 کشف شده و بررسی شده. خب سیستم کریسپر از سه بخش تشکیل یافته. ببینید شکلو، یکی بخش مربوط به تریسر آر ان ای یا ترانس اکتیویتینگ کریسپر آر ان ای، جایگاه ژن های کس رو داریم و نهایتاً کریسپر آر ای یا جایگاه کریسپر. این سه تا بخش رو اگر شما در شکل نگاه کنید، بعد توضیحات رو من خدمتتون عرض کنم. ایمنی که توسط سیستم کریسپر در باکتری ها ایجاد میشه دو تا فاز داره، فاز ایمنی یا ایمیونیتی و فاز ایمنی سازی یا ایمیونیزیشن. ابتدا فاز ایمنی رو من دارم خدمتتون توضیح میدم. فاز ایمنی مربوط به زمانیه که خاطره برخورد با فاژ یا ژنوم بیگانه رو داشته باشیم، یعنی باکتری از قبل برخورد کرده و این خاطره تو باکتری هست، یه تکاملی که به هر حال وجود داره و دفعه دوم هستش که این ژنوم بیگانه که بیشتر حالا میگن ویروس آلوده میکنه. خب در فاز ایمنی به دنبال آلوده شدن باکتری با دی‌ان‌ای بیگانه به خاطر وجود حافظه و محتویات ژنومی که حافظه رو کد میکنن، رونویسی از همه گروه ژن‌های سیستم کریسپر خب فعال میشه، یعنی شروع میشه به رونویسی کردن. باکتری شروع میکنه به رونویسی کردن از ژن‌هایی که مثلا از این اسپرسری که قبلا علیه اون ویروس بوده یا ترانس اکتیویتینگ کریسپر آر ان ای و همینطور از ژن کس 9 و ژن کس 9 رو اول تبدیل به ام آر ان ای میکنه، بعد تبدیل به پروتئین میکنه، ولی خب سایرین باید تبدیل به همون از جنس آر ان ای بشن. خب و این سه تا مجموعه وقتی که حالا ترانسکریپشن انجام شد و ترانسلیشن روی آنزیم کسنای صورت گرفت، با هم مجموعشون باعث میشن که ژنوم ویروسی که برای دومین بار یا سومین بار حالا داره آلوده میکنه از بین بره. حالا جای سوال اینجاست که اگر ویروس ژنوم خودش رو تغییر بده، یه موتاسیونی ایجاد بکنه و یا یه ویروس جدیدی بیاد باکتری رو آلوده بکنه، این بار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا در مواجهه با همچین ژنوم جدیدی، ویروس جدیدی یا هر دی‌ان‌ای جدیدی، باکتری همون کاری رو میکنه که قبلا توضیح دادم؟ جواب اینجاست که نه، اینجا فاز ایمیونیزیشن اتفاق میفته. خب فاز ایمیونیزیشن چیه؟ فاز ایمیونیزیشن در برابر یک ژنوم بیگانه جدید این فاز فعال میشه. خب اولا اینکه در اینجا به جای ساخته شدن مستقیم آنزیم کس 9 که تو فاز ایمنی من توضیح دادم، به جای اون آنزیم های کس 1 و کس 2 که دو تا پروتئینی هستن که اینها همیشه محافظت شده در باکتری وجود دارن، این دو تا پروتئین یادتون باشه بدون نیاز به کریسپر آر ان ای یا همان آر ان ای راهنما که برای آنزیم کس 9 برشش لازمه، بدون نیاز به کریسپر آر ان ای اینها فعالیت خودشون رو میتونن شروع بکنن و دی ان ای خارجی رو شناسایی بکنن و از اون یه برشی رو با همکاری همدیگه داشته باشن، یعنی آنزیم کس 1 و آنزیم کس 2 میان با همدیگه یه برشی ایجاد میکنن. توالی برش خورده در لوکوس کریسپر به عنوان واحدهای اسپیسر قرار میگیره. البته میگم لوکوس کریسپر، منظورم همون کریسپر اری هستش که اون جایگاهی که ریپیت و اسپیسر وجود داره. خب اونجا که قرار گرفت، بدین ترتیب با گذشت زمان مقدار ژن‌های این قسمت بیشتر میشه. منظور اینه که اسپیسر میتونه مثلا فرض کنید 2 باشه، 3 باشه، 4 باشه، 10 باشه، مربوط به بسته به اون ویروسی داره که داره مواجهه میشه. خب
نکته مهمی که وجود داره اینه که خب این کسوان و کستو ژن‌هاش محافظت شده هستن و بدون اینکه نیاز به چیزی داشته باشن از باکتری کد میشن و همچین اتفاقی خواهد افتاد. و خب پس در ژنوم باکتری ممکنه هم اسپیسر مربوط به در حقیقت ویروس بدون موتانت باشه، هم ممکنه یه اسپیسری مربوط به ویروسی باشه که موتاسیون درش ایجاد شده باشه و هر مدل اسپیسری ممکنه تو این لوکیشن شما پیدا بکنید. خب این هم فاز ایمیونیزیشن. حالا یک سری توضیحات اضافه تری من راجع به همین شکل بدم خدمتون. جایگاه کریسپر حدود 1% از ژنوم باکتری رو تشکیل میده و طولی حدود تا حتی 15 کیلو جفت باز رو میتونه شامل بشه و همونطور که خدمتون عرض کردم چون مواجهه با فاژهای زیادی ممکنه اتفاق بیفته تعداد اسپیسرها زیاد خواهد بود. توالی ریپیت هم که مربوط به ژنوم خود باکتریه طولی حدود میگن 20 تا 40 جفت باز داره هر اسپیس، هر ریپیتی، هر توالی ریپیتی. و طبیعتا بسته به جایگاه پم طول ریپیت ها ممکنه متفاوت از هم باشه. تعداد ریپیت ها هم میگن از 2 الی حدود 200 عنوان قید شده. اسپیسر ها حدود 70 جفت باز میتونن حتی داشته باشن و اینکه در کل تعداد و طول ریپیت و اسپیسر میتونه به هر حال متغیر باشه، هم طولشون هم تعدادشون. خب یه توالی لیدری هم هست در بالا دست ریپیت، در بالا دست اسپیسرها، که این حدود 500 جفت باز میگن ممکنه داشته باشه و این کریسپر آرنه رو شروع میکنه و میسازه و غنی از آدنین تیمین هست. این توالی لیدر رو میگن. البته در شکل شما توالی لیدر رو نمیبینید ولی لوکیشنش بین در حقیقت ژن‌های آنزیم‌های کس و کریسپر آری هست و اونجا قرار گرفته. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم یه لوکیشنی هم برای ترانس اکتیویتینگ کریسپر آر ان ای هست که این ترانس اکتیویتینگ کریسپر آر ان ای وقتی ازش ترانس کریپتی صورت میگیره میره نهایتا با کریسپر آر ان ای مچ میشه و نهایتا سینگل گاید آر ان ای رو با هم تشکیل میدن. این سینگل گاید آر ان ای هستش که با آنزیم کس 9 کامپلکسی رو با هم تشکیل میدن که این کامپلکس نهایتا منجر به برش دورشته ای خواهد شد. حالا خود کریسپر آر ان ای اصلا چطوری ایجاد میشه این خودش باز یه جزئیاتی رو داره. یه کپی از کریسپر آر ان ای اتفاق میفته، بعد این کپی مثلا فرض کنید اگر 5 تا ریپیت اسپیسر پشت سر هم داریم، هر کدوم از این ریپیت اسپیسرها در حقیقت فرگمنته که میشه، هر کدوم از اینها در حقیقت همون کریسپر آر ان ای هست که اول پری ام آر ان ای، بعد حالا این ام آر ان ای مچور میشه، ام آر ان ای مچور نهایتا با ترانس اکتیویتینگ کریسپر آر ان ای با هم سینگل گاید آر ان ای رو تشکیل میدن. خب پس طبق شکل موجود در اسلاید مصونیت در مقابل ژنوم خارجی طی 3 مرحله اتفاق میفته به صورت خیلی کلی. این قسمت خیلی مهمه. مرحله اول جایگزینی اسپیسرهای مشتق شده از ویروس در ردیفهای کریسپر یا کریسپر آری. مرحله دوم بیان و بلوغ کریسپر آرنی های کوتاه خدمتون عرض کردم. و مرحله سوم خب ادغام این کریسپر آر ان ای با ترانس اکتیویتینگ کریسپر آر ان ای و تشکیل سینگل گاید آر ان ای، ایجاد کامپلکس با آنزیم کس 9 و نهایتا تخریب ژنوم خارجی در اثر فرگمنتیشن. خب توضیحاتی که من تا به حال خدمتتون تو اسلاید قبلی داشتم خب این یه
روند طبیعی تو سیستم ایمنی باکتری علیه هر ژنوم بیگانه بود. همونطور که میدونید و اسلاید های قبلی توضیح دادم، این روند طبیعی داخل سیستم ایمنی باکتری و تو ژنوم باکتری میتونه تو آزمایشگاه مدل سازی بشه و به صورت مصنوعی هر کدوم از اینایی که خب جنسشون آرنه هست، جنسشون پروتئین هست، ساخته بشه و این برای ایجاد ادیشن در هر ژنوم ارگانیزمی و برای مهندسی ژنوم این استفاده بشه، که این مهم رو در سال 2012 برای اولین بار مطرح کردن، تا اینکه در سال 2013 برای اولین بار دو گروه مجزا همزمان تونستن که این سیستم رو برای مهندسی ژنوم یوکاریوت ها استفاده بکنن. گروه آی دکتر جانگی بود و همینطور گروه خانم دکتر دودنا بود، که نهایتاً هم خانم دکتر دودنا به همراه همکارش خانم دکتر چارپنتیر که اصالتاً فرانسوی هستن، این دوتا جایزه نوبل 2020 رو از آن خود کردن. و میشه گفت سالهای 2012 و 2013 نقطه عطفی برای کریسپر محسوب میشه و از اون به بعد بود که متوجه شدن این سیستم میتونه تو بسیاری از ارگانیسم‌ها کارهای بسیار جدید و بروزی رو با توانمندی که داره انجام بده، کارهای ادیت ژنوم نسبت به سایر متدها شبیه زینک فینگر و تلنز با سرعت بیشتر، دقت بیشتر، هزینه کمتر و قابلیت خیلی، یعنی منظور این که ادیشن از نوع مالتیپلکسینگ رو هم کریسپر میتونه انجام بده، همزمان چندین نقطه رو میتونه ادیت بکنه، در صورت که اون یکی ها نمیتونستن، یا اگر هم میتونستن مثلا تلنز شاید میتونست مثلا دو تا سه تا نقطه رو با هم مهندسی بکنه، ولی بسیار گران تمام میشد، در صورت که این تکنیک فقط با طراحی گایدارنه میتونه همچین کاری رو انجام بده. بعد حالا مثلا دکتر جانگ اومد برای تبلیغ سیستم کریسپر کس و برای اینکه تجاری سازیش به هر حال روتین بشه و محصولات خودش رو بتونه بفروشه، اومد به صورت رایگان به حدود اگر اشتباه نکنم 83 تا کشور نزدیک به 60,000 تا کیت رو رایگان فرستاد، تا اینکه بخواد مثلا کار خودش رو به معنی تجاری سازی و در حقیقت موادش خریداری بشه. البته من این مطالب رو دارم مطرح میکنم اینجا، شاید خیلی هم ضروری نباشه، ولی خب چون تکنیک بسیار مهم هست و در آینده بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بهتره که شما حتی در جریان تاریخچه و اون مواردی باشید که در خصوص این سیستم اتفاق افتاده. خب بعدش متوجه شدن که این سیستم میتونه در ارگانیسم‌های زیادی قابل استفاده باشه و خیلی سریع مجلات معتبری مثل ساینس و نیچر اومدن عکس کریسپر رو به عنوان کاور لتر خودشون قرار دادن و حتی افراد اونایی که سیاستمدار بودن و نفوذ داشتن تو سیستم های دولتی برای اینکه خودشون رو در حقیقت بیان مطرح کنن، رفتن آزمایشگاه هایی رو که این سیستم تازه شروع به کار کرده بودن اونجا رفتن بازدید بکنن و اینطوری میخواستن دیده بشن دیگه. در این حد اینا پیشبینی میکردن که سریع این سیستم جای خودش رو باز بکنه و از سایر تکنیک ها پیشی بگیره. کریسپر کلاس دو تیپ دو از دو تا جزء تشکیل یافته، همونطور که در بالای اسلاید
ملاحظه میفرمایید، ای رو آنزیم کس 9 اندونوکلئاز پروتئین اندونوکلئاز کس 9 و بی رو سینگل گاید آر ان ای نامگذاری شده که خود سینگل گاید آر ان ای رو اگر شما نگاه بکنید سه تا لوپ داره و شامل ترانس اکتیویتینگ کریسپر آر ان ای که آبی هست و کریسپر آر ان ای ریپیت که قرمز نشون داده شده. خود کریسپر آر ان ای دو تا بخش داره، باز یه بخش بیس نوکلئوتیدی اسپیسر که از ژنوم ویروس اومده و یه بخشی هم کوچیکتر داره به اسم کریسپر آر ان ای ریپیت که برای خود باکتری اسپیسر و ریپیت با هم مجموعشون در حقیقت میگن کریسپر آر ان ای. وقتی این کریسپر آر ان ای با ترانس اکتیویتینگ کریسپر آر ان ای اینا با هم مچ میشن، مجموع اینها رو میگن سینگل گاید آر ان ای. از طرفی هم شما تو ساختار آنزیم اون بالا نوشته آر یو وی سی دامین و پایین هم نوشته اچ ان اچ دامین که این دوتا دامین در حقیقت همون قیچی های آنزیم هستن و برش دورشتهی رو همزمان اینها اعمال میکنن. خب بخش پایین رو اگر شما نگاه بکنید، تو بخش پایین خود آنزیم باز به شکل آبی رنگ دو تا لوپ داره به اسمهای رک یا آر ای سی و این یو سی. لوپ رک برای تشخیص مولکول سینگل گاید آر ان ای کاربرد داره، رک و این یو سی خود شامل دومین های دقیقت مختلف هست، اچ ان اچ، آر یو وی سی، پی آی و وگ هست که این دو تا دومین آر یو وی سی و اچ ان اچ برای تشخیص و برش دو تا رشته دی ان ای مورد استفاده قرار میگیره توسط این آنزیم. خب شما یه توالی پم میبینید اونجا، توالی پم به رنگ زرد هست که این توالی پم تو این کلاس تو تایپ 2 کریسپر کس سنوکلئوتیدی هست. ممکنه توالی پم دیگه با طول متفاوت و توالی متفاوتی رو شما داشته باشیم از باکتری های دیگه، ولی این سیستمی که هستش برای استرپتوکوکوز پایوجنز سنوکلئوتیدی هست. خب برش کجا اتفاق میفته؟ برش سه نوکلئوتید با فاصله از توالی پم در دو رشته به صورت همزمان اتفاق میفته. اون قسمتی از سینگل گاید آر ان ای که در حقیقت کامپلیمنتاری هست با دی ان ای هدف بیس نوکلئوتیدی هست. البته طولش رو میگن از مثلا 17-18 نوکلئوتید تا 22-23 نوکلئوتید هم میتونه باشه، نه اینکه اتفاق نیفته، ولی بهترین حالتش رو مطالعات نشون دادن که 20 نوکلئوتیدیه. و اما مورد دیگه ای که حالا بخواد به ذهنم برسه، مورد خاصی نیستش البته برای این جلسه. خب این که حالا آنزیم کس 9 از باکتری های گوناگونی باز خودش ممکنه جدا بخواد بشه بسته به اسامی گونه باکتری که اینها در حقیقت جدا میشه، اسم جنس و گونه قبل از کلمه کس 9 آورده میشه. و اگر شما تو تکست ها میبینید که کس 9 ممکنه یکم اسامیش متفاوت باشه به خاطر همین قضیه هست.